بدون تردید خمینی بزرگترین آفت و بلای تاریخ ایران بوده. ایلغار خمینی در قیاس با حمله مغول ابعاد خیلی بزرگتری داره. خون، جنون، ویرانگری و افسون، افسون ماورای تصور حد و مرز نمیشناسه. توفاله های ارتجاعی خلص، رجاله ها و اوباشی که لجنترین رسوبات جامعه ایران رو در تمامی تاریخش نمایندگی می کردند، در فقدان یک جانشین مردمی و انقلابی رهبری اون انقلاب عظیم رو بناحق و در ضد تاریخی ترین صورتش به چنگ آوردند. از روز اول هم به چماغداری و تیرکشی پرداختند، اومدند، زدند، بستند، دست و پا و سر و گوش بریدند، کشتند، سوختند، دزدیدند و بلعیدند، ویران کردند، خراب کردند، تنور جنگ و غارت و چپاول درست کردند، بیدار کشیدند، برگبار بستند. این است خمینی. بله، این خمینی منفورترین دیکتاتور خوناشام معاصر که یک تنه ننگ همه شاهان و شیوخ ارتجاعی تاریخ ایران رو بردوش میکشه. و اگر نبود که در کفه مقابل خمینی مقاومتی وجود داشت و وجود داره که به نوبه خودش عظیمترین و عمیقترین مقاومت سراسری و سازمان یافته تاریخ میهن ماست، هیچ نور امیدی هم وجود نمی داشت. و در این صورت اگر چنین مقاومتی نبود، اونچه که روی صحنه باقی میموند باز هم ارتجاع بود و استعمار و فرصت طلبی و دیگر هیچ. در این صورت همه رنج و فدیه های انقلاب ضد سلطنتی، اون همه فداکاری ها و خون ها و رنج ها بی حاصل میموند. برای همینه که به کرات گفتیم حکومت خمینی آزمایش بودن یا نبودن ایران و ایرانی است. بله، هیچکی در این دوران، هیچکی و هیچ چیز در میان و وسط باقی نخواهد موند. یا که خمینی و همانندش هم صداها و هم زبونهاش خواهند بود و تباهی و ظلمت محض، یا هم که مقاومت و روشنایی و آزادی. خمینی به سر روی کلمات چنگ انداخت. در این خمینی دنبال هیچ عاطفه و احساس و دنبال هیچ اعتقاد و اصول و دنبال هیچ ارزش و اعتبار انسانی و میهنی و مردمی نگردید. خمینی شقاوت و دجالیت مجسمه. نه دین داره، نه ایمان، نه مسلک و نه مرام، و نه هم که ملت و میهن و مردم میشناسه. وقتی که بعد از 15 سال قدم به خاک ایران میگذاشت، خودش میگفت به زبون خودش که هیچ احساسی نداره. اگر که عاطفه و احساس بشری میداشت این جنایت ها رو که نمیکرد. قبل از این در همون سالهای اول دهه 40 هم تو خطابهاش، توی صحبتهاش به صراحت میگفت که مردم خیلی افتخار دارند، خیلی از خدا میخوان که پس مونده های قضای علما رو بچشند. میبینید که مردم رو چجوری میبینه. وقتی که توی پاریس بود 1000 قسم آیه میخورد که به محض برگشتن به ایران اندل ورود به قوم خواهد رفت و طلبه خواهد بود و طلبگی از سر خواهد گرفت. ولی تجربه ثابت کرد که به اسم جمهوری جز سلطنت مطلقه فقیه، چیزی که به صراحت خودشون میگند، جز سلطنت مطلقه فقیه رو در نظر نداشته. البته در پاریس هم که بود همیشه از ارائه یک برنامه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی معین
تفره می رفت. هیچ وقت نمی گفت که وقتی که زمام امور رو به دست بگیره، وقتی که حاکم بشه و در کرسی حاکمیت بنشینه، اداره امور کشور و نحوه تصمیم گیریش چطوری خواهد بود؟ آیا شورایی در کار خواهد بود؟ آیا تصمیم گیری دست جمعی در کار خواهد بود؟ در این موارد اصلا صحبتی نمی کرد. اولین مصاحبه ای رو که خمینی با خبرنگاران ایرانی در پاریس انجام داده و در همه روزنامه های اون روز تهران منتشر هم شده، از این نظر بسیار روشنگره و من اون رو اینجا دارم. اجازه بدید که قسمتی از این مصاحبه رو، مهمترین سوال و جوابهاش رو با هم مرور بکنیم و ببینیم که چه میگفت از اولش و تازه در مورد مطالبی هم که میگفت توی این 10 سال چه کرده و به کجا رسیده. ازش سوال میکنند که سوال: حضرت آیت الله، ممکن است بفرمایید شکل طبقاتی این کمیته اسلامی چگونه خواهد بود؟ و آیا نماینده از طبقه کارگر و روشنفکر در آن خواهد بود یا اکثریت اعضای کمیته از روحانیون خواهند بود؟ اون زمان بحث کمیته اسلامی و کمیته انقلاب اسلامی برای به دست گرفتن قدرت بود. ازش سوال میکنند که خلاصه این حکومت فقط دست آخوندها خواهد بود یا بقیه هم، بقیه طبقات و اقشار مردم هم سهیم خواهند بود و دست اندر کار. جواب: نخیر، از روحانیون نخواهد بود. روحانیون مثل سایر طبقات نمایندگی خواهند داشت. خب، پس قرار بر این نبود که حکومت ملا سالاری باشه. اون زمان هم این آدم جرأت نمی کرده که چنین حرفی بزنه و تکذیب می کرده. البته بعد دیدیم که چه شد. سال بعدی: سوال، ممکن است خطوط اصلی حکومت اسلامی را در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بفرمایید؟ ببینید، این بسیار سوال منطقی است که از کسی که میخواد قدرت رو به دست بگیره سوال بکنند که خب خط و برنامه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چه خواهد بود؟ کما اینکه شورای ملی مقاومت ایران از 7 سال پیش توی برنامه شورا و برنامه دولت موقت آینده نکته به نکته تمام این مسائل رو به صورت سند مکتوب تصریح و تدوین کرده. حالا ببینیم که در جواب به این سوال که خب آقا شما برنامه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی چی هست، خمینی چی جواب داده. جواب خمینی: اینها اموری نیست که بتوانم آن را برای شما تشریح کنم. اسلام هم آزادی خواهد داد، هم به اقتصاد توجه خواهد کرد، هم توجه به سایر احتیاجات کشور که باید کارشناسان در این مورد نظر بدهند. مگه بحث روزخونی است که کسی بیاد یک کلیاتی بگه؟ پس اگه تو نمیتونی جواب بدی به این که از نظر اقتصادی و اجتماعی خط و برنامه چی هست، پس دیگه به چی میتونی جواب بدی؟ اصلا حرفت چیه؟ حالا این اومده و میگه که اینا چیزایی نیست که من بتونم تشریح کنم. اسلام البته آزادی خواهد داد، البته به اقتصاد توجه خواهد کرد. اولا که اسلام به تو چه؟ ثانیا قدرت رو تو به دست خواهی گرفت، پس باید حرفتو بزنی. میگه بله، ما به همه چیز توجه خواهیم کرد. ببینید که روز است.
سوال. منظور این است که در حکومت اسلامی ملی شدن صنایع قطعی خواهد بود یا هنوز معلوم نیست؟ و آیا ابزار تولید در دست دولت خواهد بود؟ جواب خمینی: آن هم باید مورد مطالعه قرار گیرد. ببینید؟ جواب صریح خبری نیست، باید مورد مطالعه قرار بگیرد. سوال بعدی: ممکن است بفرمایید اقلیت‌هایی که در ایران وجود دارند در حکومت اسلامی چه وضعی خواهند داشت؟ خب اقتصادی و اجتماعی و اینها رو که جواب نداد. حالا ازش میپرسه که سایر مذاهب یا سایر ملیت ها چه وضعی خواهند داشت؟ از شورای ملی مقاومت اگر این رو از سالها پیش میپرسیدید، میگفت که اینها این حقوق کاملا متساوی تمام مردم ایران و همه مذاهب و مرام ها، این هم طرح ما برای احقاق حقوق خودمختاری مردم کردستان ایران. از این سوال میکنیم از خمینی. جواب: اقلیت های مذهبی در اسلام احترام دارند و آنها مثل سایر اقشار ملت در آنجا با رفاه زندگی خواهند کرد و هیچ برای آنها گرفتاری نخواهد بود. می‌بینید؟ احترام دارند، به جای تصریح بر این که خب حق حقوقشون چیه؟ آیا با سایر شهروندان جامعه حق متساوی دارند؟ می‌تونن به صورت متساوی در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورشون کار بکنند یا خیر؟ وانگهی دیدیم که خمینی با اونها چه کرد، چه پیروان سایر ادیان و مذاهب و چه هموطنان ما در کردستان، در بلوچستان، در ترکمنصحرا و یا هموطنانمون در خوزستان. آیا خمینی جز سرکوب برای اینها ارمغانی داشته؟ سوال بعدی. سوال: در مورد آزادی بیان و عقیده شما چه حدودی را در نظر دارید؟ و آیا فکر میکنید باید محدودیت هایی قائل شد؟ سوال به صورت محترمانه این است که آیا آزادی حد و مرز داره یا نه؟ جواب: اگر چنان که به حال ملت مضر نباشد، بیان همه چیز آزاد است. چیزهای آزاد نیست که مضر به حال ملت ما باشد. میگه تا اونجایی میتونین حرف بزنید و آزادی که مضر نباشه. مضر به حال کی؟ مضر به حال ملت؟ نه، مضر به حال خمینی. یعنی به نفع خمینی، معنی آزادی از نظر خمینی. آزادین، هر جنایتی و چپاوله انجام بدین، اما زائد بر این نه. از اول داشته خودشو معرفی میکرده. سوال: آیا فکر میکنید گروه های چپ و مارکسیست هایی که در ایران هستند؟ اینجای سوال قطع میکنه. جواب میده فورا: اگر مضر به حال ملت باشد جلوگیری میشود، اگر نباشد فقط اظهار عقیده باشد مانعی ندارد. اصلا صبر نمی کنه که سوال تموم بشه. اینجا هم جواب اینه که به شرط نیکی مضر نباشن، برای ایشون بد نباشه. البته در صورتی که از موضع چپ نمایانه ارتجاعی به نفع ایشون، مثل نمونه هایی که میدونیم، عمل بکنن کما اینکه کردن، این اشکالی نداره. یعنی همکاری در سرکوب، لو دادن و شکنجه، سرکوب و لو دادن و شکنجه رشیدترین فرزندان مردم ایران. سوال: منظورتان این است که احزاب آزاد خواهند بود؟ جواب خمینی: احزاب و همه مردم آزادند مگر حزبی که مخالف مصلحت مملکت و مردم باشد.
مصلحت مملکت و مردم رو هم که خمینی تشخیص میده. امروز هم تو همین مانور مسخره آزادی احزابش میبینی کسانی که در چارچوب نظام، یعنی با تأیید جنایاتش بخوان کار بکنند، البته آزادند. جریان ها و دار و تجاره هایی که ابتدا از تأیید نظام، از تأیید خمینی و دار و دسته شروع می کنند در تمامیتشون. سوال: نقش زنان در حکومت اسلامی چگونه خواهد بود؟ آیا در امور کشور شرکت خواهند داشت؟ مثلا آیا وزیر خواهند شد؟ البته اگر استعداد و لیاقت نشان بدهند. جواب خمینی: اینها بسته به این است که حکومتی که پیش می آید تکالیف را معین کند. الان وقت این حرفا نیست. در مورد زنها هم که اصلا حرفشو نزنید. وقت این حرفا نیست. بعدن حکومت تعیین تکلیف خواهد کرد. ببینید؟ انگار نه انگار که زن هم از دید خمینی حق و حقوقی داره. عملش هم نشون میده، جنایت هاش هم نشون میده. البته در یک جا حق متساوی زن و مرد رو به رسمیت شناخته، اونم توی شکنجهگاه، موقع حلق‌آویز، موقع تیربارون قهرمانان مجاهد و مبارز و رزماوران آزادی و ارتش آزادی. ولی اینجا ها مساویه از نظر اون. سوال: چون مرا به عنوان یک زن پذیرفته اید، معلوم می شود که زن خبرنگار بوده که این سوالات رو می کرده. سوال: چون مرا به عنوان یک زن پذیرفته اید، این نشان دهنده این است که نهضت ما نهضتی مترقی است، ولی دیگران کوشیدند آن را عقب مانده نشان دهند. فکر می کنید آیا زنان ما حتما باید حجاب داشته باشند و مثلا روسری داشته باشند؟ جواب خمینی به سوال یک زن خبرنگار: اما این که شما را پذیرفتم، بنده شما را نپذیرفتم. شما آمدید اینجا و من نمی دانستم شما می خواهید بیایید اینجا که پذیرفتم. این هم دلیل بر این نیست که اسلام مترقی است، که به مجرد این که شما اینجا آمدید دلیل بر این است که اسلام مترقی است. ترقی به این نیست که زنها خیال کرده اند یا مردهای ما خیال کرده اند. ترقی به کمالات انسانی و با اثر بودن یک زن در مملکت است، نه اینکه سینما برویم، که دانس برویم و اینها ترقیاتی است که محمد رضا برای شما درست کرد که شما را به عقب رانده که ما باید بعدها جبران کنیم. دیدیم که چگونه جبران کرد. سال بعدی: فکر مالکیت در حکومت اسلامی به خصوص مالکیت ارضی چگونه خواهد بود؟ جواب خمینی: اینها بعدها روشن خواهد شد. پس از مالکیت و مسئله زمین و اینطور چیزها هم سوال نکنید. بعدها فعلا بگذارید که ما به قدرت برسیم. سال بعدی: به نظر شما وضع روزنامه ها چگونه باید باشد؟ جواب خمینی: روزنامه هایی که مضر به حال ملت نباشند و نوشته هایشان گمراه کننده نباشد آزادند. بازم همون جواب: برای ما مضر نباشه. سوال بعدی: آیا ما در قبال فلسطین احساس مسئولیت مادی و معنوی خواهیم کرد؟ کمکشان میکنید؟ جواب: انشالله. اخیران هم که دیدیم وقتی که اعلام کشور مستقل فلسطین شد، بیش از همه خمینی بود که تیشه به ریشه اون میزد. سوال: شما در بیانتان فرمودید اسرائیل دشمن اسلام است، آیا حکومت اسلامی ممکن است به این کشور اعلان جنگ بدهد؟ جواب: بسته به مقتضای زمان است. سوال: آیا در جهان اسلام کشورهایی که بخواهند به پیروی از ایران جمهوری اسلامی تشکیل بدهند الزاماً باید مذهب شیعه را بپذیرند؟ جواب:
خیر، الزام در مذهب نیست. عجب الزامی بود که نبود، چون که دیدیم که چماقداری ها رو، اجبار ها رو و سرکوب ها رو. سوال: بعضی گروه های کوچک نقطه نظرهای شخصی خود را بر ایران اعمال کردند. خبرنگار داره میپرسه که از این پیشتر یه اقلیتی اومدن خلاصه در ایران حاکم شدن و سرکوب کردند. منظور دیکتاتوری شاه. بر اساس نامه ها و تلفن هایی که میشود، بعضی ها میگویند ما از زیر چکمه استبداد به زیر نعله این استبداد میرویم. یعنی از زیر چکمه شاه میرویم به زیر نعلین استبداد خمینی. این رو عده همون زمان میگفتند. جواب: آنها عمال شاه هستند. آنها که این حرفها را میزنند سالهاست میزنند و اینها را شاه با آنها دیکته کرده. شما اگر حکومت اسلامی را ببینید خواهید دید که دیکتاتوری در اسلام اصلا وجود ندارد. دیدیم که دیکتاتوری وجود نداشت. اسم مستعار خودش رو گذاشته است اسلام، به غلط و به ناحق و به خطا از اون موضع صحبت میکنه. سوال: در بازگشت به ایران اگر احیانا مواجه با یک کودتای نظامی شدید چه خواهید کرد؟ جواب: هیچ، مقاومت خواهیم کرد. این سوال و جواب هایی که من خوندم در مطبوعات ایران در روزنامه های همون موقع روز سوم بهمن 1357، یعنی 9 روز قبل از اینکه خمینی از پاریس به تهران بیاد، عیناً به همین ترتیبی که خوندم منعکس شده. اینا حرفای روز اول خمینی بود. بعضی مطالب رو از قبیل حکومت روحانیون در کار نخواهد بود و اصلا در حکومت ما دیکتاتوری نخواهد بود، اینا رو که از بنیاد دروغ میگفت. از جواب دادن به خط و خطوط اقتصادی و اجتماعی هم تفره میرفت و تمامی این قبیل سوال ها رو هم به باری به هر جهت برگزار میکرد، رفع و رجوع میکرد. و اینکه بله باید مورد مطالعه قرار گیره یا بعدها روشن خواهد شد یا الان وقت این حرفا نیست. در مورد آزادی ها و حقوق ملت هم از اول قید و شرطش این بوده که به شرطی مضر به حال ما نباشه. حالا معلوم شده که دیکتاتوری هم که البته الحمدلله اصلا و ابدا تو حکومت ایشون وجود نداشته. تو سال جواب همونطور که دیدیم حواسش هم جمع بوده که مبادا از بابت گفتگو با یک زن خبرنگار هموطن خودش یه چیزی ازش کم بشه. تا تونسته توی سر زن خبرنگار زده که چیزی ازش کم بشه. میبینید که حیوانکی چقدرم توی سن 80 سالگی تنزه طلب بوده و میخواسته اصلا و ابدا به تو رنج قواش بر نخوره. بعدم که این آدم اومد به ایران، همه مردم دیدن که در بازگشتش نه فقط با حادثه و سانحه‌ای مواجه نشد، نه فقط توی فرودگاه هم ترور و توقیف نشد و کودتایی هم انجام نشد که مانع به قدرت رسیدن خمینی بشه، تسهیلات زیادی هم از همون روز اول نصیبش شد. از یه طرف مردم توی صحنه بودند و بهش اعتماد کرده بودند، اما یه ریشه و علت عمیق‌تری هم وجود داشت. داستان این بود که پیشاپیش توی همون پاریس تکلیف و ترکیب اون شورای به اصطلاح انقلابش
که باید مملکت رو اداره کنه، تکلیف نخست وزیری، تکلیف نفت، تکلیف ارتش و تکلیف وزارت خارجه روشن شده بود. متصدی ها و وزرای مربوطش هم روشن شده بودند، معین شده بودند. همونایی که بنا به تصریح مقام ها و نویسنده های امریکایی در کتاب ها و اسناد مختلفی طول مدت منتشر شده کاملا مورد قبول و مورد اعتماد بودند. اسم شاه نبوده ولی رسمش قرار بوده که ادامه پیدا بکنه. آدم ها هم به خصوص امثال بهشتی و متصدی دارالتجاره آزادی امروز کاملا مورد اعتماد و مورد قبول بودن. پس دیگه چرا خمینی رو علیهش کودتا بکنن یا ترور بکنن یا توقیف بکنن؟ چون که اونچرا که دادنی بوده که از روز اول علارغم این همه جیغ و دادهای ضد استکباری داده که تکلیف نفت، ارتش، وزارت خارجه، نخست وزیری، شورای انقلاب، همه اینا معین بوده. به یک مناسبتی چند ماه پیش نخست وزیر خمینی صحبت میکرد و گفته بود که این شعارها کمتر از کارهای وزارت اطلاعات و ساواک خمینی یعنی شکنجه و اعدام و امثال هم فایده نداشته برای ما، که بیشتر هم داشته. پس این جیغدات ها هم از روز اول مصرف داخلی داشته، هدفش این بوده است که راه شکنجه و اعدام، راه شکنجه و اعدام رزماوران آزادی و پیشتازهای همون انقلاب ضد سلطنتی هموار بشه. این جماعت خمینی رو من از اون سالهای زندان شاه خوب میشناسم. به جست های قدرت مدارانه و شاخوشون کشیدن های امروزشون از موضع حاکمیت یه وقت پر بها ندیم. اینا وقتی در موضع حاکمیت حکومت نباشند، وقتی قدرت دستشون نباشه و زورشون به همسال زندانی های بیدفاع ما نرسه، اونقدر خار و خفیف و اونقدر ذلیلند که حد نداره، اونقدر با گردن کج و دست بسته نجیز بازجوهای سواک رو میگفتند که حد نداشت. خیلی هاشون هم همون سالهای شاه عفنامه نوشتند، سه بار سپاس شاهنشاه ها گفتند، از زندان رفتن بیرون دنبال زندگیشون. اون شرایطی که زندان اوین هیچ کدوم از مجاهدین یا چریکای فدایی ملاقاتی نداشتند، اگه تصادفاً یه دونه پرتقال میرسید بعضی وقتا بین 10-20 نفر تقسیم میکردیم، شکنچرونی اینها که همون موقع در سازش کامل با دشخیمهای ساواک بودند واقعاً مضحکه و مشمئز کننده بود. همین رفسنجانی و لاجوردی و عسکر اولادی به خاطر همخطیشون با ساواک و تینت و کارهای بقایت ارتجاعیشون در اوین اون زمان منفور بودند، از جانب مجاهدین بایکوت شده بودند. اما بعد همین ها وقتی به قدرت رسیدند هیچ خدای رو بنده نبودند، دمار از روزگار مردم در آوردند. همین آقایون و آخوندهایی که در طول سالیان با جنت مکانی، با تنزه طلبی و با اون همه ریاکاری خلق الله رو از کمترین معصیت پرهیز می دادند، همین هایی که اون زمان بر سر مخرج سین و ساد و بر سر نحوه تلفظ زاد و زا خلایق رو بازی می دادند، حالا وقتی که به قدرت رسیدند 70 و چند نوع شکنجه ابداع کردند. و تو این 7 سال از 30 خرداد سال 60 تا امروز
بیش از 90,000 از رشیدترین فرزندان این آب و خاک را از دم تیغ گذراندند. جنایت‌هاشون، پلیدی‌هاشون، تجاوزاتشون و رذالت‌هاشون در حق زن‌های ما هم که حقیقتاً در هیچ کجای تاریخ با این ابعاد اصلاً سابقه نداره. خیلی از گزارشات در این باره رو آدم نمیدونه واقعاً با چه زبونی، با چه کلماتی بازگو بکنه. این پلید ضد بشری که، این خمینی که زنها رو به بهانه بدحجابی 74 ضرب شلاق میزنه، خودش تو زندانهاش با زنهای ما رفتاری میکنه که تا به حال بسا پدر و مادرهایی که بعد از وقوف به اون و همینطور بعد از دریافت خبر اعدام جگرگوشاشون سکته کردن و درگذشتن. به قول اشرف شهید، جهان خبردار نشد که بر ملت ما چه گذشت. واقعا هم که دنیا خبردار نیست که تو این سالهای خمینی بر ملت ایران چی گذشته. مرگ بر خمینی و نهی بر هر کی همسو و هم خط اون یا به درجه از درجات همراه اون و همسوی با اون باشه و افتخار بر اونهایی که در برابر چنین رژیمی که ننگین تر از او در تاریخ نبوده به مقاومت، به جانبازی و به نبرد آزادی برخواستند. راستش رو بخواین، کارنامه سراسر سیاه و تباه حکومت 10 ساله خمینی همش حاکی از درد و هرمان و سوز جگر ملت ایران، از کارگر گرفته تا دهقان، از کارمند تا زن خانه دار، از پیرمرد و وقاحت ماورای تصور این دشخیم رو ببینید، بازم برای مردم خطونشون میکشه که نکنی دست در کار باشه، تبلیغ میکنه جنگ تموم شد. مگه آثار جنگ ظرف 1-2 سال تمام میشود؟ یعنی از حالا این دندون طمع رو بکشید ها که در سالهای آینده قرار چیزی عوض بشه. اینو خودش داره میگه. اینه خمینی. بی‌جهت نیست که ما خمینی رو آزمایش بودن یا نبودن ایران و ایرانی توصیف کردیم. آیا در طول قرون و اعصار رزالت و دناعتی بالاتر از این، دجالیت و پلیدی بیشتر از این، صفاکیت و شقاوت وحشیانه تر از این و بی‌ناموسی سیاسی و عقیدتی و اخلاقی مشمئز کننده تر از این وجود داشته؟ هموطنان عزیز، مردم آزاد ایران، با ملاحظه کارنامه سراسر جرم و جنایت حکومت خمینی آدم ناگزیر به این فکر فرو میره که مقصد و منظور و خلاصه پیام این خمینی و دار دستش تو این تاریخ ما چیه. این سوال مهم رو تازگی هایی که از مزدورهای خمینی به روشنترین و کوتاهترین وجه جواب داده. روزنامه جمهوری اسلامی خمینی رو در تاریخ 11 بهمن نگاه بکنیم. گزارشی داره از سخنرانی های کنفرانس اندیشه اسلامی در لندن. از روی خودش میخونم. آخرین سخنران دکتر سلیم صدیقی، مدیر مؤسسه اسلامی لندن بود. وی گفت آن جهانبینی خاص امام خمینی که تعداد بسیاری مسلمانان به ویژه جوانان را در خارج ایران شدیداً تحت تأثیر خود قرار داده، همان تأکید مکرر امام است به این که، گوش کنید تأکید مکرر خمینی چیه، مهم نیست که ایران نابود شود، مهم این است که اسلام، منظورش خمینیه، پیروز شود. مهم نیست که ایران نابود شود، مهم این است که رژیم خمینی پیروز شود.
بله. این صدای مشکوکی که از لندن میاد، حرف آخر رو خوب زده. حرف به روشنی همونطور که خود خمینی هم مکررن تأکید کرده اینه که مهم نیست که ایران از بین بره، مهم اینه که ما سر کار بمونیم، به نفع ارتجاع، به نفع استعمار. یعنی که پیام پدیده خمینی در یک کلام همون نابودی ایرانه. وظیفش، مأموریت تاریخیش اینه و خوب واضحه که هر کاری هم که خمینی تا حالا نتونسته سر مردم ایران بیاره، سر منابع ایران بیاره، فقط به خاطر اون دیگه زورش بیشتر از اون نبوده بلاخر. ولی درست بر سر همین نقطه، یعنی بر سر نابودی ایران که خمینی کمر به اون بسته، مقاومت ایران به مثابه تاریخ اما درست بر سر همین نقطه، یعنی بر سر نقطه نابودی ایران که خمینی کمر به اون بسته، مقاومت ایران به مثابه پاسخ تاریخ و خلق در زنجیر ایران به مسئله وجود ایران و ایرانی، به حقانیت و ضرورت وجود ایران و ایرانی وارد کارزار میشه. کارزار شگفت، عظیم، خونبار که راستی این هم در یک دهه گذشته در سراسر جهان بی نظیر بوده، بی بدیل بوده. چه کسی تو دنیای بلوک بندی شده امروز سراغ داره که یک مقاومتی واقعا مستقل و حقیقتا عاری از هر گونه وابستگی، یکی و تنها مثل مقاومت ایران، مثل همین مجاهدین، در محاصره انبوه رذیلت های داخلی، در محاصره انبوه توطئه های بین المللی، این چنین به بهای رنج و رزم و خونفشانی بلا وقفه رزمندگانش سرفراز، پایدار و رو به ائتلاف باقی بمونه. و بیشتر از این با اقتدار فزاینده بره جلو، اون هم توی دنیایی که توی دهه گذشته شاهد نزول خیلی از جنبش‌های انقلابی توش بودیم. بگذارید سریع تر بگم، شرایط داخلی و بین‌المللی ما توی این 10 سال بغرنج‌ترین و خطیرترین شرایط ممکن برای یک مقاومت حقیقتا مردمی و انقلابی بود. هر کسی که از حساسیت استراتژیک فوق العاده ایران و هر کسی که از ابعاد دجالیت و شقاوت خمینی خبر داشته باشه، در تایید اونچه که گفتم، در تایید حقیقتی گفتم، هیچ درنگی نخواهد کرد. ولی مقاومت ایران به یمن پاک باختگی و به یمن عقیده و ایمان رزم‌آوراش، خوشبختانه که تونست ضمن این 10 سال آزمایش‌های متعدد اصالت و رشد و بالندگی و بلوغ خودش رو پیروزمندانه از سر بگذرونه. اون همه ماجرا و توطئه و اون همه سرکوب، و تونست با وفاداری کامل به آرمان‌ها و اصول استقلال طلبانش و اصول آزادی خواهانه و ترقی خواهانش راه به جلو باز کنه، بن‌بست‌ها رو بشکنه و پیش بره. اونقدر مقاومت ایران در این سالها درخشش داشت که گاه جنبش‌هایی که از حیث امکاناتشون خیلی از ما دستشون بازتر بود، به تحرک‌های سیاسی و بین‌المللی مقاومت ایران قبطه می‌خوردند. در این حال این مقاومت چه در صحنه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی هیچ وقت و در هیچ رابطه‌ای اصول خودش رو قربانی مصلحت‌ها و منفعت‌های روز نکرد. حال اون که در عرصه جهانی نگاه بکنیم، چه بسا جنبش‌ها، انقلابات و رهبران که وقتی به دست آوردن یک منفعتی براشون متصور بود، به خاطر اون حتی از نجیزگوی و کرنش در مقابل خمینی هم ابا نکردند که چی ازش بتونن بگیرن. اگرچه
اون تعریف و تمجیدهای میانتوهی که نثار خمینی و رژیمش کردند سراسر علیه مردم ایران و مقاومت ایران بود. به عکس، ما از اصول خودمون دست برداشتیم. در عین اینکه قویان و در هر پهنه دنبال عالی ترین مصالح خلقمون و میهنمون دویدیم و باز هم میدویم، ولی هیچ وقت به چنان شیوه های تمسک نجستیم. این رو به اختصار گفتم بردم بدون شرح و بست، باشه تا در آینده تاریخ مورد قضاوت قرار بگیره. خلاصه بگم، برخلاف همه پلیدی ها، پلیدی های ایران سوز خمینی، موندگاری و اصالت و آینده تابناک ایران زمین و خلق در زنجیرش رو میشه در اصالت و اعتلای مقاومت این خلق به وضوح دید. از اون طرف هرچی خمینی بر ابعاد دجالیت و شقاوتش اضافه میکنه، از این طرف با آگاهی، با هوشیاری و رزم و فدای مضاعف ما جواب میدیم، مقاومت جواب میده. آنچنان که در عملیات بزرگ فروغ جاویدان جواب داده شد و لرزه انداخت بر ارکان هستی دشخیم، از اون طرف هرچی خمینی فرو رفته و فرو میره در بخل و آز و حرص و حسد، از این طرف رزماوران رهایی با تحمل انواع و اقسام شکنجه ها هزار هزار به میدون میشتابند و میشتافتند و درس مروت و پاکبازی میدند، درس آزادی و جانبازی. اینطوره که اعتماد و امید پرپر شده و خیانت شده مردممون که خمینی پرپرش کرد و بهش خیانت کرد، در طول زمان در آگاهانه ترین صورت احیا میشه، و الا که نه اعتمادی بود و نه امیدی. اگرچه که برای کسب هر ذره اعتماد و امید چه جونهای پاک که میباید نثار میکردیم. از اون طرف خمینی با دجالیت محض نشسته بود تو پاریس. دیدید که همه سوالات اساسی رو هم راجع به آینده، راجع به نظم نظامی که بخواد سر کار بیاره، راجع به خط و خطوط اقتصادی، سیاسی و اجتماعیش، همه رو به لطایف الهیال بی جواب میذاشت. گفت باشه بعد، حالا موقع این چیزا نیست. برای چی؟ برای که اون موقع همه رو داشته باشه، هیچکی ازش نرنجه، شعار همه با من محقق میشه. از این طرف مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت و مجاهدین با تکیه بر سلسله جبال عظیم مجاهدها و مبارزان راه رهایی، هیچ مسئله اساسی راجع به سرنوشت خلق رو در ارتباط با این شورا، با دولت موقت آینده بی پاسخ و بی جواب نگذاشتند. از چند و چون مجلس مؤسسان آینده تا نحوه انتقال حاکمیت به مردم بعد از سقوط خمینی، از نحوه احقاق حقوق حقه مردم کردستان در زمینه خودمختاری گرفته تا حقوق انکار ناپذیر اقلیت‌های مذهبی، ماده به ماده تو طرح‌های شورا روشن. از رابطه دولت موقت با دین و مذهب گرفته تا حقوق و آزادی‌های زنان، از طرح صلح شورای ملی مقاومت گرفته تا خطوط کلی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت آینده ایران و مبرمترین وظایفش. حالا اگه کسی در حقانیت مطالبی که به عرضتون رسوندم تردید داره، به سادگی میتونه تو یک تمرین ذهنی و نظری بیاد این شورای ملی مقاومت و این ارتش آزادی بخش و این مجاهدین رو از صف مختصات سیاسی ایران امروز بذاره کنار، حذف کنه، بعد نگاه کنه به صحنه امروز، ببینه که توش چی باقی میمونه. تو این صحنه و تو این صفحه و توی آرایش سیاسی و تعادل قوای امروز چی باقی میمونه؟ هیچ.
جز خمینی و تشدد و در هم ریختگی، جز فرصت طلبی و میوه چینی و خزیدن زیر قبال خمینی، و جز اون هم نوایی های به اصطلاح ضد استکباری با خمینی علیه مجاهدین و علیه این مقاومت، هم نوایی هایی که خیلی موارد برملا میکنن تمایلات چپ نمایانه ارتجایی رو. راستی چی باقی خواهد موند جز راه حل های ارتجایی و استعماری؟ بگذاریم که ما پیوسته به همه مدعی ها خاطر نشان کردیم که کسی در برابر خمینی بیشتر و بهتر مقاومت میکنه، هر کسی یه خط مشی مبارزاتی مؤثرتر و کارآمدتر از نبرد آزادی بخش سراغ داره، هر کسی یک جانشین سیاسی زی صلاح‌تر و همه جانبه‌تر و مشروع‌تر و بهتر و مردمی‌تر و انقلابی‌تر از شورای ملی مقاومت ایران میشناسه قدمش روی چشم، آن باش میاد ما در کنارش خواهیم بود، یار شاطرش خواهیم بود. ولی اگه یه چنین چیزهایی در عالم واقع متصور بود و یافت میشد، تا به حال و تو این 7 سالی که از 30 خرداد گذشته حتما آثار وجودی خودش رو ظاهر میکرد. حالا هر ایرانی آزادی که در آزمایش فنا و بقای میهنش احساس مسئولیت میکنه، هر کس خواسته و نخواسته جایگاه خودش رو در بزرگترین آزمایش عصر ما تعیین میکنه، و صرف نظر از تمام دعاوی لفظی ماهیت خودش رو بارز میکنه و بیرون میریزه. به این ترتیب روشن خواهد شد که هر کس و هر جریانی تا کجا با خمینی است و تا کجا با مقاومت عادلانه یک خلق در زنجیر یعنی بر ضد خمینی است. اون چه مسلمه رژیم زهرخورده خمینی شتابان رو به احتضار میره. تشبثات بین المللی این رژیم و درآویختنش به دامن دولت‌های مختلف هم نهایتاً راه به جایی نخواهد برد. اگر خمینی انقلاب ضد سلطنتی رو با قصب تاریخی و ایدئولوژیکی رهبریش ناکام کرد، حالا انقلاب پیروزمند نوینی در راهه که خاتمه عصر جهل و جنگ و جنایت و دجالیت رو نوید میده. رشیدترین فرزندان ایران در صفوف ارتش آزادی بخش ملی، قاصدان و حاملان اون بهاران خجسته و پیروز رهایی هستند.